بینندگان عزیز، بازار محترم، به شو فرایدی ناچ از شبکه جهانی تیوی پرشیا خیلی خوش آمدید. قسمت دوم مسابقه با دو هنرمند استثنایی موزیک ایران، دو هنرمند بی‌نظیر رو ادامه میدیم، کامران و هومن حسین. خیلی ممنون. من شخصا باید بگم اینقدر لذت بردم هفته پیش و الان دارم میبرم در کنارتون نشستم، دارم مسابقه میکنم، واقعا بی اندازه. خیلی ممنون. همچنین ما اینقدر انرژی مثبت دارم میدونم که واقعا آدم لذت میبره. همچنین شما و خوشحالیم که من حالا دوستان دوست دارم صحبت بکنم. اولا شروع کنیم این مسابقه هفته آینده که شده این هفته، بگم که اینقدر شما حساس هستین و در کارتون استانداردهایی تو سرتون هست، مقابل خود دارین که با جامعه کسانی که تلویزیون در اروپا دارن و در آمریکا نزدیکی زیادی داره، نزدیک نمیخوام بگم نیست و حتی در اون لول هست. تبریک میگم به شما و تیم این تلویزیون خوب، واقعا تیوی پرشیا، به افتخار تیوی پرشیا. خواهش می‌کنم دست حسابی بزنید. ما این موقعیت برای ما بود که به کمک دوستان شما رفتیم این اتاقای ادیتینگتون رو، اتاقای فرمان میگن اونجا یا اینجا شما میگه، ویزیت کردیم و دستگاهی که شما استفاده میکنیم و حساسیتی که به خرج میدین شما، بازم تبریک به شما. خوشحالیم که انرژی مثبت جامعه ایرانی در مخصوصا بیرون از ایران که اصلا کشوری نیست که ما بتونیم، ما 70 میلیون از طریق عشق عاطفی و این دوربینا داریم، ولی اونا البته خیلی پشتیبانی شما رو میکنن و اگر اونجا بودیم بیشتر، ولی حالا که نیستن از طریق فکس ها، نامه ها، سپورت هایی که شما بهتر میدونیم میکنن و خوشحالیم که من و همان که بیرون از ایران بزرگ شدیم شاهد همچین موفقیتی هستیم تو کره زمین که ایرانی ها میتونن جاهای دیگه هم قدم های خیلی بزرگ و مثبت بردارن. سپاس فرمان. همینجوری که شما دو عزیز تو کارتون واقعا بهترین هستیم و سعی میکنیم بهترین کارها رو ارائه بدیم، ما هم به عنوان یک رسانه گروهی داریم سعی میکنیم که در جایگاهی که هستیم کاری بکنیم که شایسته این باشیم الان بریم تو منازل مردم و برنامه خوب داشته باشیم و امیدواریم که روز به روز بهتر باشه و بتونیم واقعا کاری شایسته نام ایران و ایرانی انجام بدیم. خب یک بینندگان عزیز، در شهر آمستردام بودیم، کشور هلند، برنامه داشتیم با هم. یک خانومی که فکر میکنم 60 خورده ای سالش بود اما تصمیم روی صندلی چرخدار نشسته بودن، اومد پیش شما دو عزیز. شما رفتیم میشناختیم ایشون رو. جالب اینه که منم ایشون رو میشناسم، در اوبرهاوزن ایشون هم تشریف آورده بودن. بعد جایی که ایشون نشسته بود حتی بلوکش هم میدونم، بلوک 104. و بعد این خانوم تمام مدتی که شما برنامه اجرا میکردین باهاتون میخوند، باهاتون دست میزد. میدونم این انسان مهربان، مامان افی ما میگیم، مامان افی نازنین سلام میگیم، مامان افی و خانواده عزیزش. از روزی که اولین بار کامران و هومن مسافرت اومدیم برای کنسرت، سال 2000 بود فکر کنم، 2000 بعد 2000 بود که اومدیم اولین سفرم به اروپا، مامان افی نازنین در تمام کنسرت های ما، اگر نزدیک به شهرش هم نبود، حتی از اوبرهاوزن گرفته برنامه بزرگ کن تا این برنامه هایی که همون مثل هر ساله خودش و خانوادهش برنامه ما اومدن و این انسان با احساس و مهربون، واقعا مثل یک مادر بزرگ همیشه من اومده، من هومن صحنه اومدیم پایین دیدیم اونجا نشسته، عکس کامران و هومن داره، درد و دل میکنه، نصیحتمون میکنه، اینقدر شیرین با این دختر و خانواده نازنینش سلام میدیم و چقدر من هم خودمون رو خوشبخت میدونیم که انسان ها و دوستان مثل به این خوبی داریم که واقعا یک نعمته، یک نوع نعمتی که هیچی نمیشه خرید، نمیشه به هیچ قیمت نداره، یک انرژی به این شیرینی مقابلمون داریم و بازم زنده باد مامان افی نازنین و دوستانی که واقعا اینقدر با احساس محبت. چقدر برای من جالبه که شما اینقدر طرفداراتون رو دوست دارید، بعد از برنامه تا جایی که بشه با اینکه روز بعد باید پرواز کنیم بریم کشور دیگه، سرزمین دیگه، یا با قطار یا هواپیما وقت میذارین با طرفداراتون تا جایی که واقعا از لحاظ وقتی اجازه خود برنامه گذار به شما بده، ولی شما همیشه میگین ما هستیم، عکس میگیریم با طرفدارامون، بعد میبینه آدم واقعا از هر سنی دوست داره. کامران هومن، کامران هومن. و این واقعا یک برای من شخصا حداقل که چندین بار نازش بودم افتخاری که میبینم که شما کاری کردین که چند نسل رو به خودتون جذب کردین و واقعا خیلی جالب برای دو نفری که در خارج از کشور ولی اینقدر
وطنشون و فرهنگشون و همجوری که شما به تلویزیون تیوی پرژیا میگین تلویزیون خوبی، کار شما واقعا کاری بی نظیر و شایسته. شما موافقین با من خانم آقای؟ مرسی. من مانجیم این دوستان انقدر به ما شما دوستان محبت دارین. من همیشه با هومن که برمیگردیم خونه همیشه میگه ما با این یک نعمت میبینیم که پروردگار برای من و هومن، این رابطه احساسی بین ما و شما هموطنان عزیز. و وقتی برمیگردیم خونه، اون روزی که من خونه میام از مسافرت و میشینم روی مبل خونمون یا استودیو میریم، هنوز تو گوشم اون حرف مامان افی هست. یا دوستان عزیزانی که چه اینجا نشستن و چه در کشورمون از طریق نامه و فکس، اون انرژی مثبت که ما رو هر روز میگه میرین این کارو میکنیم این استودیو، ما با دل و جون کامران هومن تا اونجا که بتونه تو برنامه‌های شما خودتون برنامه میذارین دوست داریم عکس بگیریم. بعضی وقتا شما میدونین متاسفانه باید چند ساعت آیندهش بریم به فرودگاه تا کنسرت بعدی باشه، ولی من فکر نکنم هیچ کسی اصلا هیچ جوری نمیشه جواب دادین. بازم میگم اینجوری نیستش که بشی روش قیمت گذاشت یا یک چیزی بگیم آقا این میشه مقایسه کرد. نمیشه مقایسه کرد باش عشقی که وقتی دو طرفه باشه و روی صحنه یه رابطه یک جرقه مثبت آتش مثبتی هست و پشت صحنه. هومن عزیز، کامران عزیز، میلیون ها نفر جوان ایرانی دوست دارن بخونن، پیشرفت داشته باشن. تی وی پرشیا اومده یک برنامه‌ای درست کرده به نام نکس پرسین استار که آقای ستار بله و آقای رامین زمانی ما رو در این را همکاری و حمایت میکنن. پیام شما برای یه جوانایی که میخوان کار رو شروع بکنن چی؟ باید چی کار بکنن؟ این برنامه که خیلی جالبه هست. رامین به ما میگفت دوست داشتم ببینم صد در صد. قراره فکر کنم که به زودی تنها چیزی که من میتونم بگم، منم زیاد اکسپرینس ندارم اونجوری، جای من نیست که بگم، ولی خودشون باشن، هرچی میخونن از ته دل بخونن و دنبال کارشون برن. اگه میتونن ساز بزنن، چون که ساز زدن خیلی کمک میکنه به گوش و صدا. تو مدرسه آمریکایی که تو خودش آمریکا که مثلا میرن، میگن که کسایی که مثلا تو کورس های دیگه چه میخواد مت باشه، میخوان انجینیر بشن، اگه یه ساز بزنن تو اون کلاس هم، تو اون رشته هم کارشون بهتر میشه. و چه برسه دیگه اگه میخوان خواننده باشن یا نواختن ساز خیلی خوبه. شما هر کدوم میزنین ساز؟ بله من کیبورد میزنم، ولی نه رو صحنه، برای خودم خونه یه سری ملودی ها، ولی به عنوان کیبوردیست یا پیانیست نیستم، تو اون لول نیستم. ولی به عنوان یه خواننده ملودی رو میشناسم. ولی میشناسم مثلا رامی ملودی میزنه، میرم پیانو خونه رو پیانو ملودی تمرین میکنم که نوتا دقیق باشه. هومنم پیانو میزنه، هم میشنوی نوتا هم میبینی کجا میره، بعدن خیلی خیلی آسان تر میشه. و احساس خیلی مهمه. هرچی هر ستایلی آدم میخونه، چه پاپ باشه تردیشنال باشه، خودت باید احساس کنی. فقط نمیخوای بری بخونی که بگی اوکی من اینجا با نفس میخونم که چه هم احساسی. شما البته از ما خواستین یه تیکه ای از برنامه رامین و بله خیلی باشه، ولی نمیگیم. خیلی جالبه، به خصوص این که سه نفری که نشستن جلوی دوربین خیلی پرفورانس قشنگی دارن هر کدوم، اجرای جالبی بله بله. دارن، کاراکتر خودشون دارن، دید خودشون هم دارن، هر کدوم یک خانوم دید خودشون دارن. گفتم با یک حافظه بی نهایت استثنایی. بله، گوشش هم خیلی قویه. من خیلی بکنه چیزی به 200 میلیون از خودش الان که داره میخونه. بعدش حتی آقای ستار، بله، آقای رامین یادشون میرفت که کی بوده چی بوده، ایشون دقیقاً میآورد. بله، هم یادش میره آهنگ خون این آقا بود. واقعا چقدر انتخابتون خوب بوده. این دوستان هر کدوم در تجربه‌ای که دارن، قدمایی که برداشتن برای موسیقی ایران به ترانه، خیلی انتخاب خوبی داشتین. خیلی من دوست دارم این برنامه رو ببینم. همونجوری که هومن گفت، هنرمندایی که من خودم شخصا میگم، هنرمندایی که اینجا حضور میکنن خودشون باشن و هر اسمی که دارن، هر صدایی که دارن، خودشون به اون گونه خودشون جلوی اون دوربین بیان، یا قدمی میخوان تو موسیقی پاپ یا هر غیره بردارن، اینجور نباشه که تا صدا من متاسفانه خودم عقیده شخصی خودم میگم، اگه یکی بیاد برام بهترین خواننده دنیا باشه بخونه، ولی ثانیه‌ای که صداش گوش بدم میگم این که اون شخص